کاری که من میکنم بیشتر در زمینه ترمشناسی علمیه، یعنی چطور ما میتونیم دانش رو دقیق رو با زبان فارسی بگیم. در درجه اول اینه و کارهایی که میکنم در جهت اینه که کاستی های فارسی رو برآورده کنم برای اینکه فارسی بتونه زبانی باشه که دقیق مفهوم های تازه و نوین علم امروزی، فلسفه امروزی رو بگیم. و اینه که راههایی رو در پیش گرفتم که اینها تا حدودی میشه گفت نوآوری. رفتم به دنبال ستاک‌های خاص زبان فارسی، ساختن اینها برای خاطر اینکه فارسی بتونه به روی پای خودش بیسته. و همون کاری که اروپایی‌ها با زبان‌های خودشون کردن، انگلیسی، فرانسه از قرن 19 به بعد، و تونستن زبانی به وجود بیارن که این زبان بتونه دقیق باشه. زبان فارسی زبانی بیشتر برای ادبیات و بیشتر برای شعر، و شعر دقیق نیست و نباید دقیق بشه. ما نباید از شعر بخوایم که دقیق بگی، و خوبی شعر هم همینطوره. و به همین سببه که حافظ رو مثلا میشه باش فال گرفت، به خاطر اینکه هر کس میتونه این رو اونطور خودش بخواد تعبیر کنه. این خیلی خوبه، ولی با زبان علم همچی کاری رو نمیتونیم بکنیم. و زبان علم باید دقیق بشه، منتها کوشش هایی باید بشه که این زبان رو به صورتی در بیاریم که بتونه دقیق بگیم. آقای دکتر، به عنوان اورژانس و ضرورت، ایرانیان چه داخل کشور و چه در بیرون مرزها چه وظیفه‌ای رو امروز از نظر شما دارن؟ من فکر می‌کنم که باید به زبان خودشون بیشتر توجه کنن. بسیاری از واژه‌ها هست که ما میتونیم اینها فارسیش رو داریم، فارسیش رو به کار ببریم به جای اینکه انگلیسیش رو به کار ببریم. خیلی از واژه‌هایی هست که اینها به سبب ضرورت وارد زبان نمیشن. خیلی چیزا هستن که اینها رو میتونیم ما فارسیش رو داریم به کار ببریم، چه انگلیسی باشه چه عربی باشه. مثلا به جای سلامت ما میتونیم بگیم تندرستی، به جای پزشکی میتونیم بگیم، به جای طبیب میتونیم بگیم پزشک. اینجور چیزا رو کوشش بسیار بسیار کمیه که میشه کرد، و همه میبایستی این آگاهی رو پیدا کنن به خاطر اینکه بتونن از زبان فارسی پاسداری کنن. این یه نوع پاسداری از زبان فارسی. حالا میشه پرسید که چرا باید از زبان فارسی پاسداری کرد؟ به سبب اینکه فارسی به نظر من یکی از میراث‌های فرهنگ انسانیه. شما در تمام جهان نمیتونید پیدا کنید زبان‌های بسیاری که ویژگی‌های فارسی رو داشته باشن. به 2000 سال 3000 سال پیشینش رو ما میتونیم برگردیم، تعقیب کنیم، و این بسیار نادره. تو دنیا شاید 4-5 تا بیشتر زبان اینطور نباشن، و این زبان نماد یه نوع فرهنگه که بعد ازش دفاع کرد. آقای دکتر، اجازه بدید برای بینندگان گفته باشم که در این لحظه ما در دفتر کار شما هستیم و نکته عجیبی رو دیدم. شما در رصدخانه پاریس کار میکنید، پلاک محل کار شما 77، طبقه شغلی شما در ساختمان طبقه 7، اتاق شما 707. در این 7 آسمان شغلی شما، برای زیر آسمان پاریس بفرمایید که اون بالا چه خبره؟ میشه گفت که اون بالا بی نهایته، یعنی بیکرانه. همینطور ادامه پیدا میکنه تا بیکران، تا چشم کار میکنه، تا سالهای نوری دور میره. ماده هست، کهکشان هست، ستاره هست، و ما خودمون یک در روی سیارهی زندگی میکنیم به نام زمین که به گرد خورشید میگرده سالی یک بار، و خورشید یک ستاره است. در کهکشان خودمون 200 میلیارد ستاره وجود داره، و در گیتی میلیارد ها ستاره، میلیارد ها کهکشان وجود دارن، که در درون هر یک از این کهکشان ها میلیارد ها ستاره وجود داره. میبینید که بزرگی گیتی به چه اندازه است. و چیزی که جالبه، ما با تمام کوچکی خودمون باز هم میتونیم چیزهایی رو بفهمیم، درک کنیم، پی ببریم. با بررسی، با مطالعه، با پژوهش میتونیم مرزهای ناآگاهی رو به عقب برونیم و هرچی بیشتر جلو بریم. و بعد از میشه گفت مثلا 2000 سال پیشرفت، 3000 سال پیشرفت کوشش‌های انسانی به اینجا رسیدیم که این چیزها رو بدونیم. و تازه آغاز کار ماست. 50 سال دیگه چیزهایی خواهیم دونست که امروز تصور نمی‌کردیم ممکن بود این چیزها رو بدونیم. آقای دکتر هیدری ملایری، اجازه بدید برای پایان این گفتگو که میتونه گفتگوی چندین ساعته‌ای با شما باشه با همه جذابیت‌ها، به نظر شما امروز علم و باورهای ما تا
تا چه حد در تضاد هست. باید برای بینندگان گفته باشم که شما خوشبختانه توانستید با دوربین دورنگر هابل کار بکنید، دورترین هایی رو که حتی آگاهی ما ندیده یا نمیدونه شما بدانید و ببینید. آیا ممکنه در این باره برای ما توضیحاتی بدید؟ من خودم شخصا زمینه پژوهشم به وجود اومدن ستارگان پرجرمه. خورشید یه ستاره عادیه، بهش میگیم ستاره عادی. ستارگانی وجود دارن که جرمشون از جرم خورشید دست کم 10 برابر بیشتره و اینها رو بهش میگن ستارگان پرجرم. ما هنوز نمیدونیم که این ستارگان چجور به وجود میاد. پیشرفت بسیار کردیم در عرض 30-40 سال گذشته، ولی هنوز بسیاری مسئله ها هستن که حل نشدن. من زمینه کاریم در این باره است و یکی از کارهایی که من سالها پیش کردم و هنوز ادامه بدم اینه که جرم بیشینه این ستارگان میتونه چه اندازه باشه. یه زمانی تصور میشد که این ستاره ها میتونه جرمشون تا 1000-2000 برابر جرم خورشید باشه، ولی من با کارهایی که با گروه هم کردم نشون دادم که تقریبا از 100 برابر جرم خورشید بیشتر نمیتونیم بریم بالا. و این یه موضوعی که هنوز بازه و دربارش مطالعه میکنیم و دیگران دربارش مطالعه میکنن و این موضوع بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه این ستارگان سازنده تمام ستارگان به ویژه ستارگان پرجرم کارخانه‌های به وجود آورنده عنصرهای شیمیایی هستن و در واقع عنصرهایی که در بدن ما هستن یک زمانی در درون این ستارگان به وجود اومدن و ما بخشی از ستارگان هستیم.